به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما همیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی میکنید. در 23 فروردین 2580 شاهنشاهی ایرانی با یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ، برنامه های قصه راه شب در خدمت شما خواهم بود با کتاب در دامگه حادثه بخش نهم. امیدوار هستم که حالتون هم خوب باشه و تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. قبل از اینکه برنامه را آغاز کنم، همونطوری که دوستان میدونید ما همیشه تحت ریپورت شدید هستیم در فیسبوک، به همین دلیل با اشتراک گذاریتون در هر کجایی که این برنامه رو میشنوید، در فیسبوک، در اینستاگرام، در یوتیوب و در تلگرام، با اشتراک گذاریتون از این برنامه حمایت کنید. یک دنیا از شما سپاسگزاریم. اما بریم سراغ بخش نهم کتاب در دامگه حادثه تا ببینیم آقای پرویز ثابتی چه پاسخی به پرسش های آقای عرفان قانیفرد دادن. پرسش راجع به موضوع آریانا بود که به ناپلئون ایران شهرت یافته بود و میخواستید که به ناصر مقدم هم اشاره‌ای بکنید. پاسخ در ماه‌های منتهی به 15 خرداد سال 1342 سرتیب بابا امجدی مدیر کل اداره سوم ساواک بود. برادرش سرتیب مصطفی امجدی نیز در سال 1339 چند ماهی مدیر کل بود که پس از کنار گذاشته شدن تیمور بختیار حاضر به همکاری با سرتیب حسن علوی کیا قائم مقام ساواک نشد و به ارتش بازگشت و پس از چندی فرمانده تیپ قزوین شد. سپهبد محسن مبصر که معاون شهربانی در زمان ریاست ارتش بود نصیری بود، با این دو برادر رابطه خوبی نداشت و پس از برقراری حکومت نظامی در 15 خرداد از طریق نصیری گزارشی به عرض شاه رسانید که این دو برادر از طرفداران تیمور بختیار می باشند، لذا هر دو نفر از سمت‌های خود برکنار شدند. پاکروان از بابا امجدی حمایت کرد و اتهام وابستگی او را به تیمور بختیار ناصحیح می‌دانست، ولی شاه گفته بود فعلا برکنار شود تا بعداً تحقیق به عمل آید. در تحقیقات بعدی از هر دو برادر رفع اتهام شد و مصطفی امجدی به درجه سپهبدی هم رسید و معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان تربیت بدنی هم شد. ناصر مقدم که با درجه سرهنگی در دفتر ویژه اطلاعات با حسین فردوس کار می کرد، بنا به توصیه فردوس که در آن زمان قائم مقام ساواک نیز بود، روز بعد از 15 خرداد 1342 مدیر کل اداره سوم ساواک شد. مقدم 10 سالی مدیر کل اداره کل سوم بود و در این سمت به درجه سرلشکری رسید. من هم در زمان مقدم از ریاست بخش به ریاست اداره و معاونت امنیت داخلی رسیدم و پس از انتصاب مقدم به ریاست اداره دوم ستاد ارتش مدیر کل امنیت داخلی شدم. در مدت همکاری با مقدم بسیار نزدیک بودیم و از همدیگر حمایت می کردیم. از همان زمان من متوجه شدم که مقدم فردی بسیار ریاکار و خودخواهی هست که سعی داشت همیشه نقش امام حسین را بازی کند و روابط ما مخصوصاً پس از اینکه از ساواک رفت بسیار تیره شد.
مقدم ظاهراً با درجه سرگردی در روز 25 مرداد سال 1332 و خروج شاه از کشور به اتفاق سرگرد احمد بهروند که هر دو در دادرسی ارتش خدمت می کردند مأمور ثبت و ضبط و لاک و مهر کاخهای سلطنتی شده بود. سپهبد پرویز خسروانی که با مقدم روابط خوبی نداشت و با هم مثل سگ و گربه بودند، مقدم را متهم به وابستگی به جبهه ملی می کرد و مقدم نیز خسروانی را متهم می کرد که در روزهای قبل از 28 مرداد قصد داشته نام باشگاه خود را از تاج به مصدق تبدیل کند. البته اتهام وابستگی مقدم به جبهه ملی تا حدودی می چسبید، زیرا از همان سالهای اول با کشاورز صدر و داریوش فروهر و کریم سنجابی آشنا و مربوط بود. چون درباره ناصر مقدم مسلما در بخش مربوط به زمان انقلاب صحبت‌هایی خواهیم داشت، مبنی بر اینکه او پس از انتصاب به ریاست ساواک چه نقشی بازی کرد، بنابر این معتقدم که بهتر است فعلا صحبتی درباره او نکنیم و بگذاریم برای جلسه‌های بعدی. پرسش: کم کم حرکت‌های مسلحانه در داخل ایران شکل گرفت که از نظر امنیتی بسیار نکته حائز اهمیت است، مثلا جریان بیژن جزنی. پاسخ: بیژن جزنی و همه افراد خانوادهش از اعضای سابق حزب توده بودند. پدر او حسین جزنی افسر بود که در درجه ستوانی به شوروی فرار کرده بود و سالها بعد با وساطت برادرش رحمت جزنی که او هم سابقه توده‌ای داشت و شوهر خواهر مهندس صفی اصفیا رئیس سازمان برنامه و بودجه بود به ایران بازگشت. مادر و دایی‌های جزنی یعنی کلانتری‌ها نیز سابقه توده‌ای داشتند و بیژن سالها تحت مراقبت ساواک بود و چندین بار نیز دستگیر و زندانی شده بود. او در تجدید فعالیت جبهه ملی در سالهای 1339 تا 1342 به ظاهر در جبهه مزبور فعالیت می‌کرد، ولی در واقع هنوز به فعالیت‌های کمونیستی خود ادامه می‌داد و پس از هم پاشیده شدن فعالیت‌های جبهه ملی دست به تشکیل یک هسته کمونیستی با مشی مسلحانه زده بود. عباس سورکی از اعضای اولیه این هسته دو قبض سلاح کمری تهیه و آنها را برای اختفا در اختیار یکی از دوستان و همشهری‌های خود گذارده بود که این فرد با ساواک همکاری داشت. در سال 1346 عباس سورکی ناگهان روزی برای اخذ سلاح به دوست خود مراجعه می‌کند و پاسخ می‌شنود که سلاح‌ها در محلی مخفی هست و برای خارج کردن آنها نیاز به وقت می‌باشد و با اصرار سورکی قرار می‌شود که ظرف 24 ساعت اسلحه‌ها تحویل داده شود. جریان به ما گزارش شد و پس از تحویل سلاح به سورکی، او به وسیله تیم‌های تعقیب و مراقبت و یک تیم عملیاتی دنبال شد. سورکی پس از ضد تعقیب‌های لازم در یکی از خیابان‌های فرعی خیابان ملک با فردی که با اتومبیل منتظر او بود ملاقات کرد. مأمورین تعقیب چون سال‌ها قبل بیژن جزنی را تحت مراقبت داشتند، او را شناخته و گزارش دادند که سورکی سرگرم تحویل سلاح‌ها به جزنی است. به علت اینکه فردای آن روز قرار بود امیر کویت به تهران سفر کند، تصور ما این بود که شاید توطئه سوء قصدی در جریان باشد، لذا فوراً دستور دستگیری آنها داده شد و پس از ضبط سلاح و بازرسی اتومبیل‌های آنها، هر دو به زندان قلعه منتقل و تحقیقات از آنها آغاز شد.
و البته پس از مدتی روشن شد که توطئه سوء قصدی در نظر نبوده و آنها طرحی برای حمله مسلحانه به بانکی در کشتارگاه تهران را در برنامه داشتند و قصد آنها استفاده از این اسلحه در طرح مورد نظر بوده است که ظاهراً این اولین برنامه آنها در حمله به بانک ها و سرقت موجودی بانک ها برای تأمین هزینه های عملیات بوده است. جزنی و سورکی در بازجویی ها وابستگی خود را به هسته یا گروهی انکار و به شدت از خود مقاومت نشان داده بودند، ولی مأمورین با استفاده از اطلاعاتی که در مورد جزنی و دوستان وی در پرونده ها وجود داشته به دستگیری برخی از عناصر مرتبط اقدام و سرانجام کشف می شود که جزنی در تدارک تشکیل سازمان بزرگی برای کارهای مسلحانه است و تا آن زمان عده‌ای را به گرد خود جمع کرده است. چند نفر از عناصری که نام آنها در تحقیقات به دست آمده بود بازداشت و تحقیقات ادامه می‌یابد. در این زمان بقایای دستگیر نشده شبکه با فردی به نام دکتر واحدی که عضو تشکیلات تهران حزب توده بود تماس گرفته و از وی خواسته بودند برای خروج 5 نفر از اعضای شبکه به خارج از کشور به طور غیر مجاز به آنها کمک کند. دکتر واحدی این درخواست را با عباس علی شهریاری گرداننده تشکیلات تهران مطرح و او مراتب را به ما گزارش داد. پس از اینکه شهریاری آمادگی تشکیلات تهران را برای انجام این کار اعلام می‌دارد، دکتر واحدی می‌گوید 5 نفر مذکور مایل نیستند یک جا از مرز خارج شوند و می‌خواهند هر بار 1 نفر از مرز خارج و هنگامی که خبر سلامتی او واصل شد فرد بعدی اعزام شود. ما به شهریاری گفتیم به آنها بگوید این کار عملی نیست و 5 بار خروج از مرز خطر دستگیری را 5 برابر می کند و پس از چانه زدنها در نهایت قرار شد که اول 2 نفر از آنها خارج شوند و پس از وصول خبر سلامتی آنها 3 نفر بعدی هم اعزام گردند. 2 نفر اول که با کمک ما از مرز خرمشهر گذشته و وارد عراق شدند عبارت بودند از علی اکبر صفایی فراهانی و صفاری آشتیانی. پس از وصول خبر سلامتی آنها قرار شد که 3 نفر بعدی که عبارت بودند از مشعوف کلانتری، دایی جزنی، محمد چوپانزاده و عزیز سرمدی از مرز عبور داده شوند. این 3 نفر ظاهراً به طور اتفاقی به وسیله مأمورین ژاندارمری دستگیر و به ساواک تحویل داده شدند. 3 نفر مذکور به تهران منتقل و پس از تکمیل تحقیقات از جزنی و سایرین پرونده آنها به دادرسی ارتش ارسال و پس از محاکمه هر یک به چند سال حتی اکثر 15 سال زندان محکوم شدند. صفایی فراهانی و صفاری آشتیانی پس از اینکه خبر سلامتی خود را به عراق و به دوستان خود در ایران می‌دهند به وسیله مأمورین عراقی بازداشت و تحت بازجویی‌های بسیار سخت قرار می‌گیرند و مقامات عراقی ادعای آنها را که عضو یک شبکه مخالف رژیم ایران می‌باشند نمیپذیرند تا اینکه منوچهر کلانتری دایی دیگر جزنی که در اروپا بوده موفق میشود از طریق سازمان فلسطینی الفتح به رهبری یاسر عرفات مقامات عراقی را متقاعد کند که آنها را آزاد و به سازمان الفتح تحویل دهند. از این رو در سازمان فتح
دوره جنگ های چریکی دیده و در چند عملیات علیه دهکده های مرزی اسرائیلی شرکت می کنند، ولی هیچگاه وارد خاک اسرائیل نمی شوند. آنها پس از طی این دوره ها در سال 1348 به طور غیر مجاز به کشور بازگشته و به بقایای شبکه می پیوندند. پرسش: پس سازمان چریک‌های فدایی خلق در سال 1346 کشف شد. هرچند که در آن زمان ظاهراً اسم خاصی نداشتند و بعداً چریک‌های فدایی خلق نام گرفته و ماجرای سیاه‌کل را ایجاد کردند که صفایی فراهانی دستگیر و اعدام شد و شب قبل از عید نوروز 1350 که 13 نفر از آنها به جرم شرکت در واقعه سیاه‌کل تیرباران شدند. پاسخ: زمانی که این دو نفر، علی اکبر صفایی فرهانی و صفاری آشتیانی، به ایران باز می‌گردند، افرادی از شبکه که هنوز شناسایی و دستگیر نشده بودند تجدید سازمان کرده و یک تیم جنگل تشکیل داده بودند. صفایی فرهانی فرمانده تیم جنگل می‌شود و به اتفاق چند نفر دیگر به گیلان و مازندران رفته و به شناسایی مناطق و جنگل‌ها برای آغاز مبارزات چریکی می‌پردازد. صفاری آشتیانی در تیم شهری فعالیت می‌کند. در زمستان 1349 تشنجاتی در دانشگاه‌ها آغاز شد و در حال توسعه بود. ما عده‌ای را دستگیر کردیم و در ضمن تحقیقات متوجه شدیم که این تشنجات برخلاف اعتصاب‌های قبلی دانشگاه‌ها هدایت شده تر و می‌بایستی از طرف گروه‌های سیاسی مخفی اداره شود. در تحقیقات از مهدی صامه و ابوالحسن خطیب کشف کردیم که بقایای گروه جزنی متشکل شده و افرادی به عنوان گروه جنگل در مازندران و گیلان سرگرم شناسایی منطقه می باشند. بلافاصله برای دستگیری آنها دست به کار شدیم و چون آنها متوجه شده بودند که ما یکی از افراد مرتبط با آنها را دستگیر کرده ایم و به سمت آنها پیش می رویم و به زودی دستگیر خواهند شد، برای اینکه یک اقدام عملی کرده باشند که کارهای آنها بیهوده نبوده باشد، به پاسگاه ژاندارمری سیاه‌کل حمله کرده و درجه دار فرمانده پاسگاه و دو ژاندارم و رئیس خانه انصاف محل را که در پاسگاه حضور داشته به قتل رسانده و سلاح و مهمات پاسگاه را به غنیمت می‌برند. تیمی از مرکز به سرپرستی سپهبد محققی، معاون ژاندارمری کشور، همچنین افرادی از ساواک به گیلان اعزام و عملیات برای دستگیری عاملین آغاز که چند نفر از آنها کشته و چند نفر دیگر دستگیر شدند، از جمله علی اکبر صفایی فرانی که به اتفاق فرد دیگری به روستاییان منطقه مراجعه و از آنها برای اختفا تقاضای کمک می کند، به وسیله روستاییان دستگیر و ریسمان پیچ شده به مأمورین تحویل داده می شوند. پرونده این دستگیر شدگان و کسان دیگری که در تهران بازداشت شده بودند پس از تکمیل تحقیقات به دادرسی ارتش ارسال و محاکمه و 13 نفر آنها در اواخر اسفند ماه سال 1349 اعدام می شوند.
من در آن ایام برای شرکت در کنفرانس ضد تخریب پیمان سنتو در لندن بودم. مقدم به من تلفن کرد و گفت طبق اظهار تیمسار نصیری اعلی حضرت فرمودند شما راجع به این شبکه یک مصاحبه رادیو تلویزیونی انجام بدهید و زودتر به تهران برگردید و این مصاحبه را انجام دهید. من هم در پاسخ به مقدم گفتم به نظر من انجام چنین مصاحبه‌ای در این روزها که مقارن عید نوروز است و بسیاری از مردم در سفر خواهند بود به مصلحت نیست و بهتر از پس از تعطیلات نوروزی انجام شود. مقدم گفت پس خود شما با تیمسار نصیری صحبت کرده و نظر خود را بگویید. من هم به نصیری تلفن زدم و نظرم را بیان کردم و او هم قبول کرد که مراتب را به عرض برساند. به عرض رساند و شاه هم با آن موافقت کرد و نتیجتاً بعد از تعطیلات عید نوروز در روز 15 فروردین سال 1350 این مصاحبه را انجام دادم و همه فعالیت این افراد را تشریح کردم. پرسش: و اینجا، یعنی فروردین 1350، نطفه چریک‌های فدایی خلق شکل گرفت و بنا به این توضیحات شما می توان واقعه سیاه‌کل را یک عمل تروریستی نامید؟ پاسخ: همانطوری که توضیح دادم نطفه این حرکت چند سال قبل شکل گرفته بود ولی نامی نداشت. همزمان با فعالیت‌های گروه جزنی که عمدتاً در تهران بود، در تبریز و مشهد نیز گروه‌های مشابهی با الهام از تب جنگ چریکی تشکیل شده بودند. مغزهای متفکر گروه مشهد مسعود احمدزاده، پرویز پویان و سعید آریان بودند و در تبریز افرادی که تحت تأثیر افکار و تعلیمات صمد بهرنگی قرار گرفته بودند نظیر بهروز دهقانی و خواهرش ربابه معروف به اشرف دهقانی و علیرضا نابدل یا نابدل فعالیت‌هایی را آغاز کرده بودند. در فروردین سال 1350 بقایای فعال این سه گروه با هم در ارتباط قرار گرفته و سازمان واحد چریک‌های فدایی خلق را تشکیل دادند و اعلام موجودیت کردند. پرسش: واقعا داستان صمد بهرنگی چیست؟ پاسخ: صمد بهرنگی معلمی آذربایجانی بود که افکار کمونیستی داشت و افکارش را در کتابهایش منعکس می‌کرد ولی تحت نظر و تعقیب ساواک نبود و هیچگاه بازداشت نشده بود. داستان غرق شدن او در رود ارس که اکنون کاملا روشن شده و حمزه فراحتی فردی که در آن روز با وی همراه بوده داستان را کاملا توضیح داده که چون شنا نمی دانسته در رودخانه غرق شده است. پرسش: پس شما هیچ نقشی نداشتید؟ کما اینکه خود جلال آل احمد که این اتهام ساختگی و نابخردانه را به ساواک زده بود بعدها گفت که می خواستیم قصه ببافیم. پاسخ: بی پایه و اساس بودن این اتهامات نظیر غرق کردن صمد بهرنگی، کشتن غلامرضا تختی، علی شریعتی، مصطفی خمینی و سایر شایعات اکنون همه روشن و بی اعتبار شدند و من فکر نمی کنم هیچ فرد بی غرض و مرضی هنوز هم این شایعات را باور داشته باشند. صمد بهرنگی همانطوری که گفتم فردی با افکار و عقاید کمونیستی بود و با نوشتن داستان ماهی سیاه کوچولو که به وسیله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار گرفت، به خصوص پس از مرگ او در سال 1347 به شهرت رسید. اوایل دهه 50 دکتر هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه تهران ترتیبی داده بود که در دانشگاه ادبیات دانشگاه از صمد بهرنگی تجلیل شود.
و اولین جلسه تجلیل نیز تشکیل شده بود و دانشجویان افراطی و چپ بسیج شده بودند که از این موقعیت بهره برداری کنند. ما با تجلیل از صمد بهرنگی مخالفت کردیم. رئیس دانشگاه به شهبانو شکایت کرده بود و ایشان به من تلفن زدند و گفتند ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از آثار بهرنگی استفاده کرده ایم و چرا شما اکنون مانع تجلیل از او در دانشگاه شده اید؟ گفتم صمد بهرنگی یک کمونیست دو آتشه بوده که افکار کمونیستی را تبلیغ می کرده است و چطور دانشگاه تهران از بین این همه نویسندگان برجسته کشور فقط به یاد صمد بهرنگی افتاده است؟ من اجازه می خواهم شما را ملاقات و به شما نشان دهم که او چه افکاری را در داستانها و نوشتجات خود ترویج می کرده است که سبب شده گروه چریک های فدایی خلق از او قهرمان سازی کند. روز ملاقات بعضی از آثار و نوشته های بهرنگی به خصوص کتاب اولدوز و کلاغ ها را همراه بردم و به شهبانو توضیح دادم. این کتاب درباره دختری به نام اولدوز است که در خانه با زن بابای خود زندگی می کند که زن بابا با وی رفتار بدی داشته و او را اذیت می کرده است. در این خانه حوضی وجود داشته که در کنار حوض غالباً صابون گذاشته می شده است. کلاغ که صابون دوست داشته صابون را می دزدیده است. در روزهایی که بابا و زن بابا در خانه نبودند، کلاغ برای دزدیدن صابون ظاهر می شده و بین اولدوز و کلاغ بحث و مذاکره در می گرفته است. اولدوز به کلاغ می گوید این عمل شما دزدی و زشت است، ولی کلاغ می گوید در جامعه ای که مساوات وجود ندارد و عده این همه ثروت داشته و عده فقیر و بیچاره بوده یا مثل شما مورد جور و ستم زنبابا قرار می گیرند، دزدیدن یک صابون از طرف من کاملا مشروع و عادلانه است. و تمام دیالوگ کلاغ و اولوز در جهت القا و ترویج افکار کمونیستی است. به شهبانو گفتم ساواک اصولاً و در ابتدا بر پایه اجرای قانون 1310 برای جلوگیری و تبلیغ مرام و رویه اشتراکی تشکیل شده است. اگر ما سرمان را زیر برف بکنیم و خود را به نفهمی بزنیم و اجازه بدهیم کسانی از طریق رمان نویسی و ترفندهای دیگر مرام کمونیستی را ترویج کنند، به وظایف خود عمل نکرده ایم. اگر قرار است احزاب و دستجات کمونیستی و ترویج مرام و رویه آن آزاد باشد، بهتر است قانون آن را لغو کنید تا تکلیف ما هم روشن شود. و درباره فیلم‌های کوتاهی که رادیو و تلویزیون تهیه می‌کرد و در آنها تبلیغ و ترویج مرام کمونیستی و تشویق به اقدام مسلحانه علیه رژیم می‌شد، با ایشان صحبت کردم که در جای دیگری به آن اشاره خواهم کرد. پرسش: از جزنی چه شناختی داشتید و آیا با او ملاقات نداشتید؟ پاسخ: من از بیژن جزنی و اعضای خانواده او از طریق خواندن سوابق و پرونده های آنان شناخت داشتم. رحمت جزنی عموی بیژن را که شوهر خواهر مهندس اصفیا بود و بعد از 28 مرداد از طریق مقاطعه کاری با دستگاه‌های دولتی ثروت هنگفتی را به دست آورده بود، یک بار در منزل مورخ الدوله سپهر ملاقات کرده بودم. در این ملاقات رحمت جزنی بحثی درباره بیژن نکرد، ولی پس از خروج او مورخ الدوله سپهر به من گفت که رحمت جزنی میخواست درباره بیژن با شما صحبت کند، ولی ظاهراً از این کار منصرف شده بود. بعد از این ملاقات در سال 1347 بود که محاکمه بیژن جزنی پایان یافته و به زندان قصر منتقل شده بود. بازجوی سابق او گزارش داد که جزنی میگوید مطالب مهمی دارد که حاضر است
با یکی از مقامات رده های بالاتر ساواک مطرح کند. ما به جای اینکه او را به ساواک و یا زندان اوین بیاوریم، ترتیبی دادیم که من به اتفاق بازجوی سابق او وی را در دفتر رئیس زندان قصر ملاقات کنیم. رئیس زندان اتاق را ترک کرد و ما با جزنی صحبت کردیم. مطلب مهم او این بود که او به این نتیجه رسیده است که کارهای گذشته او اشتباه بوده و می‌خواهد به زندگی خانوادگی بپردازد و ما اجازه بدهیم که او آزاد شود و قول می‌دهد دیگر به فعالیت‌های سیاسی نپردازد. برای ما روشن بود که او صداقت ندارد و این ترفند تازه‌ای برای آزاد شدن است. پرسش: و در اوایل تابستان 1351 هم محمد صفاری آشتیانی به قتل می‌رسد. پاسخ: او هم داستانی دارد. داستانش هم این بود: موقعی که کمیته مشترک ضد خرابکاری درست شده بود، من روزی پس از شرکت در جلسه‌ای در شهربانی در ارتباط با کارهای کمیته مشترک از شهربانی به طرف اداره می رفتم که در خیابان خردمند متوجه شدم که یک موتورسیکلت در تعقیب من است. با بیسیم خبر دادم و گفتم که او را قدری می چرخانم تا شما خودتان را برسانید. گشتی های کمیته در سطح شهر بودند و به همین جهت فوری خودشان را به محل رسانیدند و تا خواستند که وی را دستگیر کنند او فرار کرد و اینها هم به دنبالش، و خلاصه این تعقیب و گریز از خردمند به خیابان لاله‌زار کشیده شد و آنجا به تیراندازی منجر شد و تیر خورد و نتوانست فرار کند و در نهایت دستگیر شد. چند تا تیر خورده بود اما نمرده و زنده مانده بود. حادثه چون در لاله‌زار و وسط شهر تهران اتفاق افتاده بود، خودمان خبر را به روزنامه ها دادیم که ماجرا از چه قرار بوده و گفتیم که امروز مامورین ما در تعقیب یک عنصر خرابکار در خیابان لاله‌زار با وی برخورد کردند و به او شلیک کردند و در زد و خورد کشته شد. اما در واقع امر او نمرده بود. ما وی را در بیمارستان بستری کردیم. روش کار تیم‌های مخفی فدائیان خلق و مجاهدین خلق این بود که اگر در خانه‌های امن مخفی بودند و افراد آن خانه تا 8 شب نمی‌آمدند، معلوم بود که اتفاقی افتاده است و تا 24 ساعت باید اینها به هر قیمتی که ممکن است اعتراف نکنند و مقاومت کنند تا رفقایشان محل سکونتشان را جابجا کنند. وقتی که ما گفتیم کشته شده، برای این بود که اینها از جای خود خارج نشوند. آنها هم فکر کرده بودند این شخص که کشته شده پس دیگر مشکلی نیست و خطری ما را تهدید نمی کند. این شخص جمشید رودباری با صفاری آشتیانی و 4 نفر دیگر در یک خانه زندگی می کردند. معالجه او 1 ماهی طول کشید و بعد اعتراف کرد کجاها بوده و آخرین خانه امنش کجا بوده. ماموران ما هم رفتند و دیدند که اینها هنوز آنجا هستند و محل سکونت خودشان را تخلیه نکرده بودند. در 24 ساعت دیدیم که همگی سر جایشان هستند و فردایش مأموران قصد بازداشت آنها را داشتند که در زد و خورد صفاری آشتیانی و همراهان او کشته شدند. پرسش: در اردیبهشت سال 1355 تعدادی حدود 20 نفر از تیم‌های مسلح چریک‌های فدایی خلق از جبهه حمید اشرف رهبر سازمان کشته شدند. درباره این موفقیت عملیات امنیتی توضیحاتی را بفرمایید. پاسخ: چریک‌های فدایی خلق پس از هر تلفاتی که می‌دادند، دوباره تجدید سازمان می‌کردند. حمید اشرف
که در این زمان هم رهبری سازمان و هم فرماندهی عملیات را به عهده داشت، فرد بسیار شجاع و ورزیده‌ای بود که در برخی عملیات ترور شخصا شرکت کرده و چندین بار توانسته بود از صحنه درگیری و محاصره فرار کند. ما در گزارش‌ها برای شاه به نام حمید اشرف به عنوان رهبر سازمان اشاره می‌کردیم و در نتیجه هر وقت عواملی از این سازمان دستگیر و یا در درگیری‌ها کشته می‌شدند، شاه می‌پرسید با حمید اشرف چه کرده اید؟ فردی به نام دکتر محمد رضا جوشنی املشی از اعضای فدائیان خلق دستگیر شده بود که مأمورین می‌دانستند و قبل از دستگیری از طریق بهروز ارمغانی با حمید اشرف در ارتباط بوده است. او در جریان بازجویی‌ها مقاومت سرسختانه نشان داده و عضویت در سازمان را به کلی منکر شده بود. بازجویان پیشنهاد کردند چون او متقاعد شده که ما ادعاهای او را قبول کرده ایم، اگر آزاد شود ممکن است ارتباط او با حمید اشرف برقرار شود. او را آزاد کردیم و همه فعالیت‌ها و تلفن او را تحت کنترل قرار دادیم. پس از حدود یک ماه تماس او با ارمغانی و حمید اشرف برقرار شد. روش کار حمید اشرف این بود که اگر با اعضای تیم‌های مخفی و مسلح و یا افراد مهم ملاقات‌های حضوری صورت نمی‌گرفت، هفته یک بار تلفن بسیار کوتاهی برقرار و از سلامتی آنها مطلع می‌شد. این تلفن‌ها هیچگاه بیش از یک دقیقه به طول نمی انجامید. چند هفته بود که حمید اشرف این تلفن کوتاه را می کرد، ولی ما نمی توانستیم به تلفن حمید اشرف دسترسی پیدا کنیم و قسمت فنی ساواک می گفت برای اینکه بتوان شماره تلفن مبدأ را به دست آورد نیاز به 15 دقیقه وقت است که از طریق مرکز شرکت مخابرات پیگیری و تلفن کننده شناسایی شود. در آن زمان هنوز سیستم کالر آیدی اختراع نشده بود. ما از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل خواستیم که اگر آنها سیستمی دارند که می‌تواند در این زمینه به ما کمک کند، آن را در اختیار ما بگذارند. همه آنها می‌گفتند ما نیز چنین امکانات فنی را در اختیار نداریم و ما نمی‌فهمیدیم که واقعاً نداشتند و یا نخواستند سیستم‌های فنی و حساس خود را در اختیار دیگران بگذارند. در آن زمان در تهران گاه تلفن شما ناخواسته با تلفن‌های دیگری مخلوط می‌شد. اصطلاح عامیانه خط روی خط افتادن. اینکه دو نفر سرگرم صحبت با هم بودند، تلفن دو نفر دیگر داخل خطوط آنها میشد که برای خود من چند بار اتفاق افتاده بود. همکاران ما پیشنهاد کردند اکنون که نتوانستیم از طریق کنترل تلفن حمید اشرف را به دست آوریم، در تلفن بعدی به مجرد اینکه حمید اشرف با ارمغانی تماس برقرار میکند، مذاکرات تلفنی دو نفر دیگر را که سرگرم مذاکره راجع به موضوع جالبی میباشند به آنها متصل کنیم. ممکن است حمید اشرف تلفن را قطع نکند که ببیند اینها چه کسانی هستند و راجع به چه صحبت می‌کنند. در اولین ارتباط این طرح به موقع اجرا گذاشته شد و دو نفر از همکاران ما از دو شماره مختلف از دو اتاق با هم شروع به صحبت کردند و قسمت فنی این ارتباط را به تلفن ارمغانی متصل کرد. گفتگوی دو همکار ما درباره ایجاد یک واحد بزرگ مسکونی در شمال و تفکیک اراضی و فروش آنها و منافعی که از آن به دست خواهد آمد بود و طوری وانمود می شد که مالک این پروژه یکی از والا حضرت‌ها یا افراد با نفوذ می باشند. حمید اشرف و ارمغانی تلفن را قطع نکرده و به حرف‌ها گوش دادند تا اینکه از اداره فنی خبر دادند که شماره تلفن حمید اشرف
شناسایی شده، لذا به گفتگو پایان داده شد. پس از قطع تلفن همکاران ما حمید اشرف پس از قطع تلفن همکاران ما حمید اشرف چند کلمه دیگری با ارمغانی صحبت و گفت معلوم نشد چه کسی صاحب این پروژه است. با شناسایی تلفن حمید اشرف به فاصله 6 هفته همه خانه‌های تیمی چریک‌های فدایی خلق و چند تماس فردی حمید اشرف شناسایی شد. تصمیم گرفته شد از 6 خانه تیمی که از هر جهت مورد شناسایی قرار گرفتند به 5 خانه از جمله ستاد سازمان که حمید اشرف در آن سکونت داشت ضربت زده شود و یکی از خانه ها معصوم بماند تا از طریق تعقیب و مراقبت نفرات ساکن در این خانه برای ادامه کارهای اطلاعاتی استفاده شود. در شامگاه روز 26 اردیبهشت 1355 مأمورین کمیته مشترک ضد خرابکاری این خانه ها را محاصره و به ساکنین آنها اخطار دادند که خود را تسلیم کنند. از همه خانه ها تیراندازی به طرف مأمورین آغاز و مأمورین نیز به مقابله پرداخته و از ساکنین 5 خانه تعداد 20 نفر کشته شدند. حمید اشرف که در خانه واقع در تهران 9 سکونت داشت با استفاده از مسلسل و تیراندازی های مداوم توانست 2 حلقه محاصره مأمورین را شکسته و با تصاحب اتومبیل یکی از آبرین از مهلکه خارج شود. چون به همه کلانتری ها آن شب آماده باش داده شده بود، به مجرد فرار حمید اشرف به کلانتری ها اعلام شد فردی که مسلح به مسلسل است با چنین اتومبیلی در شهر در حرکت است. مأمورین در صورت مشاهده با رعایت احتیاط کامل برای دستگیری او اقدام کنند. سرهنگ فرداد رئیس کلانتری قلهک به اتفاق 2 پاسبان اتومبیل حمید اشرف را یافته و او را تعقیب می‌کنند و در خیابان میرداماد به او نزدیک می‌شوند که حمید اشرف با مسلسل هر 3 نفر را به قتل رسانده و با تصاحب اتومبیل دیگری به فرار خود ادامه می‌دهد. قصد او وارد شدن به یکی از خانه های امن دیگر بوده است. به 4 خانه نزدیک می شود و مشاهده می کند که تحت محاصرند تا اینکه به خانه امنی در نظام آباد می رسد و می بیند که در محاصره نیست و به آن خانه وارد می شود و از تلفن این خانه که تحت کنترل بود برای تماس با دیگران برای اطلاع از اوضاع استفاده می کند که ما بلا فاصله فهمیدیم او اکنون در چه خانه‌ای به سر می‌برد. حدود 2 بعد از ظهر همان روز خانه مورد بحث تحت محاصره قرار گرفت و با بلندگو به ساکنین اخطار داده شد که تسلیم شوند. تیراندازی از داخل خانه به طرف مأمورین آغاز و با تیراندازی متقابل مأمورین پس از 15 دقیقه حمید اشرف به اتفاق 3 نفر دیگر از ساکنین خانه امن از منزل خارج و با به زیر کشیدن راننده یک اتومبیل پلیس و استفاده از اتومبیل مزبور از صحنه فرار کرد. گزارش واقعه را با ذکر اینکه حمید اشرف توانسته است از هر 2 محاصره فرار کند برای شاه فرستادیم. چند روز بعد از دفتر ویژه اطلاعات خبر دادند که گزارشی به عرض اعلیحضرت رسیده است که مأمورین واحد اجرایی کمیته مشترک ضد خرابکاری که عمدتاً پرسنل شهربانی بودند آموزش لازم را برای محاصره خانه‌های امن و مقابله با گروه‌های تروریستی ندارند و اعلیحضرت دستور دادند دفتر ویژه طی 1 بازرسی وسیع نواقص کار را یافته و گزارش کند. از طرف فردوس رئیس دفتر ویژه اطلاعات سرهنگ شاکر افسر دفتر که پس از انقلاب با درجه سرلشکری به معرفی فردوس مدت کوتاهی رئیس ستاد ارتش شد به عنوان سرپرست هیئت بازرسی تعیین شده بود. در این زمان هم ارتش بود نصیری
رئیس ساواک و هم سپهبد صمدیان‌پور رئیس شهربانی در سفر خارج از کشور بودند. برای ابلاغ این امریه به ساواک و شهربانی در جلسه با شرکت من و سپهبد جعفری جانشین رئیس شهربانی، شاکر اوامر شاه را ابلاغ کرد و گفت ما باید آزادی کامل داشته باشیم، از هر کس که در کمیته مشترک ضد خرابکاری خدمت می کند تحقیق و مصاحبه کنیم. جعفری مطلبی نگفت، اما من گفتم چون این برخوردی با مامورین که شبانه روز کار می کنند و جانشان دائما در خطر است موجب دلسردی آنها می شود و مصاحبه و تحقیق باید به چند نفری که می توانند صاحب نظر باشند محدود شود. شاکر این پیشنهاد را نپذیرفت و گفت ما باید هیچ گونه محدودیتی نداشته باشیم. قرار شد تحقیق را ابتدا محدودتر و بعد چنانچه اقتضا کرد وسیع‌تر انجام و هر هفته ما را نیز در جریان تحقیقات قرار دهند. در زمانی که این تحقیقات ادامه داشت، همکاران ما در ساواک با استفاده از سرنخ‌های موجود برای یافتن مجدد حمید اشرف تلاش می‌کردند و رد پاهای تازه‌ای از او به دست آورده بودند. سرهنگ شاکر هر هفته یک بار نتیجه تحقیقات را به من و سپهبد جعفری اطلاع می داد. در یکی از این جلسات گفت تیمسار فردوست گفتند چرا در محاصره خانه حمید اشرف در تهران نو از زره پوش استفاده نشده است. من عصبانی شدم و گفتم این حرف مسخره نمیتواند از جانب تیمسار فردوس باشد. ایشان این اندازه درک و شعور دارند که بدانند استفاده از زره‌پوش در وسط شهر برای دستگیری چند تروریست چه سوء اثری بین مردم خواهد داشت. شاکر اصرار کرد که خیر، این عین عبارت تیمسار فردوس است. و من هم اصرار کردم تیمسار فردوسی که من میشناسم نمیتواند چون این حرفی زده باشد و به شاکر گفتم مأمورین ما محل اختفای 21 نفر تروریست را یافته و در عملیات 20 نفر آنها کشته شدند و یک نفر فرار کرده است. مگر شما یا سازمان دیگری این اطلاعات را به ما داده و ما نتوانستیم از آن استفاده 100% کنیم که حالا باید به شما حساب پس بدهیم؟ شما نظامی ها حتی در مانورهای نظامی شانس تلفات در عملیات را منظور می کنید. مداخله شما و همکارانتان برای تحقیق و بازجویی از مأمورین در کار ما ایجاد اختلال کرده است. از قول من به نظر تیمسار فردوس برسانید که اجازه بدهند خود ما یعنی ساواک و شهربانی نواقص کار را بررسی کرده و گزارش لازم را به اطلاع ایشان رسانده و برای رفع اشکالات اقدام کنیم. هفته بعد که شاکر آمده بود موافقت تیمسار فردوس را با پیشنهاد من به اطلاع برساند، روزی بود که ما محل اختفای حمید اشرف را در مهرآباد جنوبی یافته و شب قبل به آن ضربت زده بودیم و من صبح زود در شهربانی بودم و نتیجه عملیات را تعقیب می کردم. خبرها از کشته شدن هر 10 نفر ساکن آن خانه بود و مأمورین سرگرم شناسایی اجساد و حصول اطمینان از کشته شدن حمید اشرف بودند. سپهبد جعفری مرتب تلفن می کرد که شاکر در دفتر او منتظر من است و من منتظر بودم که خبرهایی را درباره حمید اشرف دریافت و سپس به جلسه بروم. پس از دریافت خبر قطعی به دفتر سپهبد جعفری رفتم. شاکر گفت تیمسار فردوس با پیشنهاد شما که خودتان این تحقیقات را ادامه بدهید موافقت کرده و گفتند حداقل ماهی یک بار نتیجه تحقیقات و پیشرفتها به نظر ایشان برسد. شاکر سپس پرسید شما مطلب دیگری در پاسخ تیمسار فردوس دارید؟ تیمسار جعفری گفت نه، ما به همین ترتیب عمل خواهیم کرد. اما من گفتم به عرض تیمسار برسانید که از حسن نظر ایشان تشکر داریم و اضافه کنید خوشبختانه در نتیجه تعلیمات و آموزش‌هایی که تیمسار
و هیئت بازرسی در چند هفته گذشته به مأمورین دادند، مأمورین شب گذشته موفق شدند ستاد مرکزی چریک‌های فدایی خلق را شناسایی و محاصره و در عملیات کلیه 10 نفر ساکن خانه از جمله حمید اشرف رهبر سازمان کشته شدند و ما این موفقیت را مرهون هدایت‌های هیئت بازرسی هستیم. شاکر که حرفای مرا یادداشت می‌کرد گفت: خواهش می‌کنم مطلبی را بفرمایید که من بتوانم آن را به عرض برسانم. گفتم: من از شما خواهش می‌کنم که کم و زیاد نفرمایید و عیناً به عرض برسانید. او آخرین حرف‌های من را یادداشت کرد و رفت. پس از خروج شاکر، سپهبد جعفری گفت: من فکر نمی‌کردم فردوست با پیشنهاد شما موافقت کند. چرا اکنون که به شما احترام گذاشته و با درخواستتان موافقت کرده، او و نمایندهش را دست می‌اندازید؟ شما که از موقعیت و نفوذ او باخبرید. گفتم: تیمسار جعفری، این ناجوانمردی است که شما می‌خواهید سپهبد صمدیان‌پور از ریاست شهربانی برکنار و جانشین او شوید و رفتید به فردوس گفتید که مأمورین شهربانی آموزش و تجربه مقابله با گروه‌های تروریستی را ندارند و او به شاه گزارش داده و مرد دیوانه مانند شاکر را مأمور کرده که به این امر رسیدگی و عده‌ای افسر زحمتکش را متهم به بی‌کفایتی کند. او گفت: به چه دلیلی میگویید من این کار را کردم؟ گفتم: هیچ کس دیگری غیر از شما نمیتواند چون این دسیسه ای را چیده باشد و من یک لحظه هم تردید نمی کنم که شما پشت این قضیه بوده اید و در جلسات با شاکر هم همیشه حرفای او را تایید و هیچگاه از همکاران خود دفاع نکرده اید و این منتهای بی‌انصافی است که کسانی جانشان هر روز در خطر باشد و کسان دیگری برای رسیدن به مقام بالاتر با سرنوشت آنها بازی کنند. در ادامه گفتم: فردوس نگفته است که اعلی حضرت از این جریان ناراضی است و دستور رسیدگی داده است. میگوید گزارشی در این باره به عرض رسیده و اعلی حضرت چون این دستوری را دادند و فردوس به کارهای عملیاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی کاری ندارد. باید کسانی او را به این کار ترغیب کرده باشند و این شخص شمایید، چون می‌خواهید هر چه زودتر رئیس شهربانی بشوید و این علاقه را بارها حتی نزد من هم بروز داده اید. بعد کمی آرام شدم و گفتم: من این پیام را برای فردوس فرستادم. شما که مطلبی نگفته اید و نباید نگرانی از عصبانیت فردوس داشته باشید. گفت: من ضمن این که ادعای شما را به کلی تکذیب میکنم، ولی به علت روابط دوستانه‌ای که سالها با هم داشته ایم میترسم این پیام شما به ضرر شما تمام شود. گفتم: اگر موفقیت امروز نبود ممکن بود تصور شما درست باشد، ولی با موفقیت امروز فردوس این موضوع را مسکوت خواهد گذاشت و فردوس هم واقعا آن را مسکوت گذاشت و هیچ عکس العملی نشان نداد و در ملاقات هایی که بعد از آن با او داشتم آن را به رخ من نکشید. باید اضافه کنم که من با سرلشکر شاکر قبل از این جریان نیز برخورد دیگری داشتم. او موقعی که هنوز در دفتر ویژه بود روزی نزد من آمد و درباره یکی از بستگانش که در خارج از کشور علیه رژیم فعالیت کرده و بعد به ایران آمده بود درخواستی داشت که منطبق با روش جاری ساواک نبود و من با درخواست او مخالفت کرده بودم. شاکر از دفتر ویژه اطلاعات با درجه سرتیپی به فرماندهی دانشکده افسری منصوب شد و بعد از انقلاب چون در دولت بازرگان برای انتخاب رئیس ستاد با فردوس که همکاری با انقلابیون را آغاز کرده بود مشورت می شد، او سرلشکر شاکر و سپس سرلشکر شادمهر را
که هر دو در دفتر ویژه اطلاعات با او کار می‌کردند و سرلشکر فربد را که در بازرسی شاهنشاهی با او همکاری می‌کرد یکی بعد از دیگری برای این سمت معرفی کرده بود. خب دوستان عزیز، به پایان بخش نهم کتاب در دامگه حادثه رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید از یکایک شما سپاسگزارم. لطف کنید یک بار دیگه برنامه رو به اشتراک بگذارید. براتون بهترین ها رو از صمیم قلبم آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا راه شبی دیگر، بدرود.